یک قطره زهره عقرب قادر به کشتن یک انسان است، اما به گفته گروهی از کارشناسان سم عقرب و عنکبوت دارای مولکول‌های با ارزشی برای مقابله با میکروب‌هایی است که به آنتی بیوتیک‌های موجود مقاوم شدند. بنا به آخرین آمار اعلام شده، میکروب‌های جهش یافته و مقاوم به انواع آنتی بیوتیک‌ها تا سال‌های آینده موجب مرگ ده‌ها میلیون نفر خواهند شد. شرکت بریتانیایی ونومتک میگوید این زهر می‌تواند به ساختن نسل تازه داروها منجر شود. در اینجا مجموعه ای از شیمیدان‌های مجرب زهر را تولید می‌کنند که شرکت‌های داروسازی به آن دسترسی ندارند. با عرضه نمونه‌های تولید شده به آنها امیدواریم بتوان ساخت داروهای جدید را شروع کرد. کارشناسان بهداشت در مورد مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی از جمله آنتی ویروس ها و آنتی بیوتیک های ضد مالاریا و ضد قارچ به شدت نگرانند. یک کمیته بهداشتی در بریتانیا پس از بررسی جامعه در گزارشی پیشنهاد کرد به شرکت های دارویی در صورت ساخت داروی جدید 1 میلیارد یورو پاداش داده شود. در میان کارشناسان دانش زیادی درباره مقاومت آنتیبیوتیکی وجود دارد، اما مشکل این بود و البته هنوز هم هست که این دانش در اختیار همه به ویژه تصمیم گیرندگان سیاسی یا مسئولانی که در عرصه بهداشت کار نمی کنند نبود. پس برای تغییر آن باید این دانش کارشناسی را به زبان آمار و اقتصاد بیان کرد. استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیک برای انسان و حیوانات در مقاوم شدن میکروب‌ها تأثیر داشته است. این در حالی است که ساخت نسل جدید آنتی بیوتیک‌ها هنوز برای شرکت‌های دارویی اقتصادی نیست.